بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج. بعضی از اصحاب پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم زرنگی داشتند، تا مطلع می شدند حضرت رحمت للعالمین چای دعوت هستند، در مسیر پیامبر قرار می گرفتند و خدمت پیامبر مشرف می شدند و با ولع و اشتها عرضه می داشتند که یا رسول الله، شنیدیم امروز مهمان هستید، امکانش هست ما هم با شما همراه باشیم. پیامبر رحمت بود، ولی در اوج رحمت و مهربانی پیامبر منضبط و ادب بود. می‌فرمود من حرفی ندارم، اما صاحب منزل فقط مرا دعوت کرده، با منم همراه شوید، با صاحب منزل صحبت میکنم. اگر اجازه داد شما هم در این مهمانی با من باشید. خوشحال همراه با پیامبر به سمت منزلی که صاحب او پیامبر را دعوت کرده بود، امیدوارانه حرکت می کردند، چون می دانستند که پیامبر را دوست دارند و روی تقاضا و خواهش پیامبر حرفی نمی زنند و از همون اول خود را دعوت شده می دیدند و مطمئن بودند که دیگه در این ضیافت در کنار پیامبر هستند. دروازه خانه میزبان را دق الباب می کرد. میزبان با خوشحالی به استقبال پیامبر می آمد. یا رسول الله، قدم رنجه فرمودید، خوشحال ما کردید. پیغمبر خدا می فرمود این بزرگواران دعوت نیستند، شما اینها را دعوت نکردید، طفیلی هستند. اگر اجازه می دهید با من بیایند. آنها با تمام وجود و افتخار به پیغمبر عرضه می داشتند که یا رسول الله، خانه خانه شماست، با آمدن شما و همراهان شما نور به خانه ما می آید. و میزبان و صاحب خانه همه را می پذیرفت و با گشاده رویی از همراهان پیامبر استقبال و پذیرایی می کرد. خوب است ما هم یاد بگیریم همراه مهمان عظیم پروردگاری حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا همیشه همراه باشیم. از برکت او، از نور او، از وجود او حضرت پروردگار به من و تو هم که همراه امام عصر باشیم استقبال و پذیرایی خواهد کرد. اللهم عجل لولیک الفرج.